بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با محمد شهاب حکیمی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. آقای حکیمی سلام، با شما خوش آمدین. ببنید سلام، تشکر از تو. رئیس جمهور غنی متهم به استفاده از امکانات دولتی میشه. میخوایم بدانیم که چرا این اتهام به رئیس جمهور زده میشه؟ این به خاطر ازی است که اول خو اینا کاندید هستن و وقتشان در اول جوزا پوره شده. اینا من ایس کاندید دیگه حق نداشتن که در داخل حرق باشن و آل اونا در داخل حرق هستن و از اون صلاحیت های دولتی خود اینا از منابع دولتی بسیار زیاد سوء استفاده میکنه. شما دیدین در جریان دو ماه اینا تقریبا 7-8 ولایت رفتن و در وجه کارایی که هیچ به حکومت ربط نداشت انجام داد، پروژه هایی که قبلا افتتاح شده بود یا قبلا در او کار صورت گرفته بود برای مردم وعده های غلط هم داد، دروغ هم داد که من کارهای دیگرم میکنم. این کل خودش نشان میده که یک آدم کاندید باشه و وقتشان پوره باشه و در جریان 5 سال غیر از اینکه مردم افغانستان را کشت، اقتصاد از بین برد، همه ساختار ما را از بین برد، امروز میره امرای مردم میشینه میگه که من این کارها را انجام میدم در حالی که وقتشان پر است. سخنگوی رئیس جمهور این کارها را از صلاحیت های رئیس جمهور میدانه و قانون هم رئیس جمهور را استثناء از دیگر کاندیدا قرار داده که میتونه در این دوره رهبری بکنه حکومت را. خب ای ادعای است که اونا من حیث کاندید دارن، ولی ما من حیث جمعی از کاندیدا ما ادعایشان را رد میکنیم به اساس قانون که وقت از اونا پور است، اونا دیگه حق ندارن که درگ باشه. ای که استر محکمه به شکل غیر قانونی به اونا نظر دادن که شما میتونین ادامه بتین، ای یک نظر است و حکمم دادن میتونه. اینا خودشان به چوکی خود چسباندن، برق خود چسباندن و با توسل به اصطلاح مواد قانون اساسی کارهای غیر قانونی را انجام میدن. آیا عمل کردها و کارهای رئیس جمهور غنی ربط یا پیوند به پیکارهای انتخاباتی داره؟ بالکل 100% شما میبینین کنا دبی روزا شما میبینین که در هر جای افغانستان اونا پول توزیع میکنن. در روز گذشته شما دیدین که در بدخشان اونا پول توزیع میکردن، در ننگرهار همینطور پول زیاد به دست مردم رسید که شما دیدین که پولا را عطا آتش زدن و در ولایت دیگه هم همینطور متنفذین کلانا را حتی کسایی که در حکومت هست اونا را به اشکال مختلف تطمیم میکنن تا اونا آماده شوند که در وقتی که یک انتخابات پر از تقلب برام افته اینا برندشان. و شما ادعا دارین که حکومت خود قانون را زیر پا کرده؟ بالکل 100% اونا قانون زیر پا کرده. کل مردم دنیا میفهمه، حقوقدانای ما در افغانستان و کل متنفذین ما، کل کسایی که اهل قلم و کتاب است اونا کلشان میفهمند. پس وقت چنین ادعای بر حکومت افغانستان وجود داره، این چه تاثیرات میتونه بر ادارات دیگر دولتی در افغانستان داشته باشه؟ بسیار زیاد طبیعی. شما میبینید که در افغانستان فعلا کل کارا فلج است و مردم زیاد به حکومت مراجعه نمیکنن، کوشش میکنن کارهای خود از طریق شوراها یا از طریق مسفیدا یا در منطقه شان حاکمیت دیگه که وجود داره از اون طریق حل فصل کنن. بنان اینا فقط درگ ششتن که یک انتخابات پر از تقلب دو ماه بعد برا پرتن و در نتیجه از او خود برنده اعلان کنن و یک بحران کلان دیگر در افغانستان بر 5 سال آینده اینا برا پرتن و مردم به تکلیف بسازن. شما به کمیسیون های انتخاباتی باور ندارید؟ کمیسیون های انتخاباتی، خب کمیسیونرایی که کاندیدا جمع من یک جا اونا را برشان رای داد، اونا مردم های شریف هستند، تعدادشان محدود است، 13 نفر هستند، ولی کل منیجمنت انتخابات زیر تسلط از یا قرار داره و در ولایات مختلف رؤسایشان اینا خودشان تعیین کرده، هیئت اداری که در اونجا وجود داره اینا تعیین کرده. اما ای از قدرت و از صلاحیتشون بسیار زیاد بالاست کنا آزادانه و مستقلانه عمل بکنن. پس با توجه به حرفایی که دارین، فکر میکنین انتخابات آینده ما شفاف باشه؟ قطعا ما امروز این لحظه که من پیش شما آمدم، شورای نامزدهای ریاست جمهوری مجلس داشتن و در اونجا اکثریت وجود داشت،
اینا یک اعلامی را صادر کردن که اگر با تمام پیشنهادات که ما بر حکومت داده بودیم تا اول اسد اعظمی ما اگر با او عمل نکنن، بنان شورای نامزدهای ریاست جمهوری حق خود میدانه که انتخابات تحریم بکنه و در راستای تشکیل یک حکومت سرپرست که برای انتخابات آینده و برای صلح کمک بکنه قدم بردارن و کار عملی را مبارزه خود شروع کنن و کار عملی را انجام بدن. شما گفتین که حکومت قانون را نقض کرده، میخوایم بدانیم که چه اطمینان وجود دارد؟ حالا وقت شما این حرف را میزنین که اگر مسئله انتخابات روشن نشه و بیشتر با یک شفافیت برگزار نشه، شما قرار است تحریم بکنین و برین برای تشکیل یک حکومت سرپرست. بله. در قانون اساسی افغانستان در کجایش حکومت سرپرست این گونه گفته شده که باید تشکیل شد؟ بسیار خوب. اصلا اینطوره که در قانون اساسی حکومت موظف می‌سازد که صلح را تأمین کنه و یک زمینی انتخابات سرتاسری میسر بسازه. هی حکومت نه صلح را تأمین دانسته و نه هم زمینی انتخابات سرتاسری اینام میسر ساخته و نه امکان داره و خودشان فقط کوشش میکنن که یک کار کنن که در قدرت بانه تا به بحران ادامه داشته باشه. برای جا فرق نمیکنه. یک حکومتی که به فساد مالی، به فساد اخلاقی و فساد سیاسی متهم باشه و همه مردم سر از اینا انتقاد داشته باشه که سر از اونها اعتماد هم نمیتونه. بنان عمود یک حکومت هیچ وقت پس به کیها مردم افغانستان میتونن اعتماد بکنن؟ با خود مردم افغانستان خودشان میفهمه که افغانستان متشکل از یک نفر، دو نفر یا سه نفر نیست. افغانستان مملو از متنفذین، از سیاستمدارا، از حقوقدانا، از استادای پوهنتون است. آقای حکیمی، حالا هر اون کسی که وارد پیکارهای انتخاباتی میشه در افغانستان، چه وکلا بودن، چه رئیس های جمهور پیشین بودن، نامزدان ریاست جمهوری پیشین، اینا هر کدامشان وعده دادن که قانون را تطبیق میکنن به گونه یکسان، با فساد مبارزه میکنن، حکومت را تقویت میکنن. اما این وعده ها جامعه عمل نپوشیده. حالا چی اطمینان وجود داره که مردم بالای کسایی که امروز داد از حاکمیت قانون میزنن باور بکنن؟ وقتی که شما ببینید، وقتی که حکومت فراگیر باشه، وقتی که انتخابات که میایه او به شکل شفاف عادلانه صورت بگیره، انتخابات و زعیمی که میایه زعیم واقعا منتخب باشه و او به عام مردم افغانستان احترام داشته باشه و به اصطلاح او همیشه معتقد به این باشه که حکومت مربوط کل مردم افغانستان است، ارمود یک حکومت میتونه که حکومت درست باشه، مورد قبول همه باشه و او میتونه که قانون عملی کنه. شما اطمینان میتین که شما هیچ گونه مورد را انجام نخواهید داد که مخالف قانون افغانستان باشه و یا نقض قانون باشه؟ ما خود این راستا کار میکنیم که فعلا انتخابات باید عادلانه و شفاف و مورد قبول افغانستان صورت بگیره، مردم افغانستان صورت بگیره. اما این حکومت مانی کلان درایش است و مشکل مثلا دیگر موضوع خواست شما انتخابات شفاف است. اگر این انتخابات و یا این شفافیت که شما میخواین تضمین نشه، خواستتان برآورده نشه، اقدام بعدی شما چی هست؟ ما گفتم که ما تا اول اسد حکومت وقت دادیم، همه امروز اعلامیه پخش شد و به اساس اعلامیه اگر حکومت به پیشنهاداتی که شورای کاندیدان داده به او جامعه عمل نپوشانه یا عمل نکنه، بعد از او موضوع تحریم شروع میشه و با و همه نامزدان کسانی که در شورا هستن تحریم خواهند کرد؟ بله، همشون. هم امروز ما فیصله کردیم که ایره انشالله و تعالی تا اول چند تکت انتخاباتی در این شورا هست و این فیصله کردن؟ 11 تاست ولی در نظرات عمومی 14-15 تاستن، اما در نظرات خاص 11 تایش کاملا با هم موافق هستن. و این تحریم انتخابات فکر نمی‌کنین که در شرایط کنونی میتونه زمینه را به یک بحران مساعد بسازه؟ نه، یک انتخاباتی که کشور به بحران ببره مثل انتخابات پارلمانی یا انتخابات 2014 که هیچ انتخابات نشه بهتر است. بیاین از این مورد بگوین که شما میگین که رئیس جمهور متهم شده و یا متهم کردن شورای نامزدان که استفاده میکنه از امکانات،
از چه امکانات استفاده کرده و چگونه میشه که جلوگیری کرد؟ حالا شما به رئیس جوان هر روز نمیبینید که اخبارش پخش میشه، پروژه دروغ دوباره افتتاح میکنه، با ولایات بدون کدام دلیل سفر میکنه، مردم در ولایات تعیین میکنه، در حکومت شما دیدین که وزرا را تعیین کردن و همینطور موینا را. چگونه میشه که از این موارد جلوگیری کرد؟ جلوگیریش اینمی است که ما صدای خود میکشیم به مردم دنیا، به مردم افغانستان. مردم افغانستان هم رای کاندیدا هستن. شما از چند ماه بعد این سو صدا بلند کردین؟ و تقریبا از پیش از اینکه اول جوزا شروع شد ما صدای خود. ولی چقدر شنیده شده؟ خب شنیدنش مهم. ما همه قدر تانستیم فعلا که کلگی متوجه از این است که باید انتخابات اگر میشه عادلانه ما مورد قبول مردم افغانستان باشه، و اگر انتخابات نمیشه نشوه، باید موضوع صلح بسیار زیاد مهم است بر ما که در صلح با کار شود تا زمینه را برای حکومت مساعد بسازه که بتانه در آینده انتخابات. شما صدا بلند کردین ولی نتیجه را هم دیدین؟ نتیجه شرمی است. کل مردم افغانستان متفق است و اینا فقط به زور هلیکوپترها با استفاده از امکانات نظامی در هر جای میرن، با جمع کردن 7-8 نفر اونجا میرن. شما اشاره کردین به تحریم، جز این دیگر چه اقدامات را در پیش خواهید گرفت؟ خب اگر حکومت باز هم ادامه بده به این کارش. تحریم موضوعی است که ما یک انتخابات را که میفهمیم که نتیجهش تقلب و از قبل مهندسی شده است، ما باید او اشتراک نکنیم، او را تحریم بکنیم تا قانونیت از او، مشروعیت از او به اصطلاح. جز تحریم راه های دیگه هم وجود داره و یا هم خب شما فکر میکنیم که جلوگیری کرده میتونه؟ ما قبلا چندین بار با حکومت پیشنهاد دادیم که بیاین که گپ بزنیم، یک جا با هم بشینیم، اما تو کمیشنر را تعیین کردیم، میتونیم از طریق اجماع یک اداره را به وجود بیاریم که او بتانه تمامی مسائل برش رسیدگی بکنه. پاسخ حکومت چی بوده؟ خدا اونا جواب بده، میگه ما قطعا به اجماع حاضر نیستیم. قطعا اونا یعنی هیچ گونه نمیخواین که با نامزدان صحبت بکنه؟ بله اونا میفهمن که اگر با نامزدها بشینن در مروز اینا از قدرت خود چیز میشن، خلاص میشن، اینا حاضر به اجماع قطعا نیستن. و میگه یک طرفه میگه که من رئیس جمهور قانونی از این مملکت هستم، در حالی که شما میفهمین که در نتیجه یک مصلحت به وجود آمده و این بحران ها را آفریدن. و حالا که انتخابات برای افغانستان خیلی مهم دانسته میشه و همچنان نهادهای مختلف حتی کشورهای بیرونی هم تاکید میکنن بر شفافیت و عادلانه بودن این انتخابات، آیا نظارت این کشورها و نقش این کشورها میتونه باعث شبکه انتخابات شفاف برگزار شد؟ خب شما ببینید، از یک طرف مذاکرات سال جریان داره. گفتم اصل موضوع اصلی انتخابات هست که باید سراسری باشه. شما ببینید کتلی بزرگ فعلا نمیتونه که در انتخابات اشتراک کنه و مذاکرات سال همون در راه است. به اون خاطر است که ما میگیم مهم اولی است که موضوع سال یک طرفه شوه و یک حکومت سرپرست که او بتانه همین مسائل انتخابات و صلح را درست پیش ببره، کار به پیش ببره. در غیر از این حکومتی که با فساد اخلاقی و فساد مالی و سیاسی متهم است، این قطعا نمیتونه. و قبلا انتخابات شما به کمیسیون های انتخاباتی باور ندارین که بتونه انتخابات را به گونه شفاف برگزار کنه؟ کمیسیون انتخاباتی به پیشتر گفتم خود کمیشنر را اونا از طرف کاندیدا انتخاب شده، مردمای بسیار شریف هستن و 7-10 یا 12 نفر هستن که اونا اداری یک اداری که قبلا با فساد آلوده بوده و تعدادشون به هزاران نفر میرسه، از اونا از اودیش برآمدن نمیتونه. پس چگونه کار باید انجام شود؟ خب انجام میتونن از اودیش برن. اینمی وقت است که یک اداری درست که حکومت باشه، اونا به اونا موقع بده که اونا درست کار خود پیش ببره. عالی حکومت هر روز میبینیم مامورین حکومت داخل کمیسیون انتخابات هست، گوشایشان تو میده که این کارای تو که این کارای تو که این تعیین کو. پس از دید شما باید کسانی که رئیسان کمیسیون بودن یا در گذشته کارمندان کمیسیون بودن اینا هم تغییر بکنه؟ طبیعی است، طبیعت باید کمیسیون طوری شوه که کاملا اداره شوه و اونا بتانن کار درست انجام بدن. اما تعداد زیاد از اینا تغییر کردن. حالا به صورت کل کمیشنران تغییر کرده و در ولایت ها هم تعداد تغییر کرده. کمیشنران رولشان عمده است، اینا در رأس کار هستن، کار کسایی انجام میتن که در فیلد هستن، در ساحه هستن. اونا کل کسای قبلی هستن، خصوصا رؤسای کمیسیونای انتخاباتی و همکارای به اصطلاح معتبرشان. از دید شما چه کسانی و از طرف کیها باید گماشته شود تا اینا بتانن شفافیت را تامین بکنن؟ شورای نامزدان فکر میکنه که ما وقتی که اینمی دولت یا اینمی اداره را
ما به دست کسایی که اونا مردمای صالح باشن و اونا فکر زیر نداشته باشن که داینده در قدرت بمانه، اگه اونا اداره را به دست خود بگیرن بنان یک انتخابات درست امکان داره که برا بفته. غیر از او این کسا کی ها بوده میتونن؟ خب افغانستان 35 میلیون نفوس داره، ما نمیتونیم قبل از اینکه آقای کرزی در افغانستان به کس میشناختش، هیچ کس نمیشناختش، یا می آقای که حال فعلا در قدرت خود چسبانده همین کس میشناخت، یه من یک مامور یک جای کار میکرد. افغانستان مملو از دانشمندا، سیاستمدارا، حقوقدانا و مردمای نیک هستند. خب اگر این تغییرات به وجود بیاید انتخابات به صورت شفاف برگزار خواهد شد؟ طبیعی است. وقتی تغییرات به وجود بیاید، کسی که مثلا ما یا کسای دیگه که در حکومت بیان و اونا فکر زیر نداشته باشن که در قدرت باشن و صرف خدمت بکنن که تا افغانستان مسیر خود درست طی کنه، در صورت شده میتونه انتخابات بسیار درست برای بفته. حتی اگر این کارمندان تغییر هم بکنن و ولی حکومت آنچه که کارها و عملکردهایی را که امروز داره و مورد انتقاد است ادامه بده، فکر میکنین انتخابات بتونه به صورت شفاف برگزار شود؟ قطعا ما در موجودیت از این حکومت، در موجودیت رئیس جمهور اسبق محمد اشرف غنی بسیار مشکل است که باید انتخابات شفاف داشته باشیم، یک حکومت عادل داشته باشیم. پس این حکومت باید وجود نداشته باشه از دید شما؟ طبیعی است که ما پیشنهاد بامی است که باید حکومت سرپرست یا سرپرست حکومت یا به شکلی که شده. ولی چی اطمینان وجود داره که حکومت سرپرست دخالت نخواهد کرد در روند انتخابات؟ عالی، تو شده نمیتونه که شما کل مردم افغانستان بگوین که اینا نمیتونه به خاطر یک نفر. مردم افغانستان این کشورشان است، اونا حق دارن، مسئولیت دارن که کشورشان را به مسیر درست هدایت بکنه. هر کدامشان یعنی تو نمیشه که یک نفر بشینه بگه اگه من نباشم کل مملکت تباه میشه. خب نیست، ما 35 میلیون نفوس داریم و در بین ازیا مردم های بسیار بلند داریم که اونا عذاب بله. و آخرین حرف شما در از در رابطه با انتخابات و رفتن به انتخابات شفاف چه هست؟ آخرین حرف ما یه است که ما میگیم اگر حکومت به پیشنهادای ما تا اول اسد توجه نکنه، ما مبارزه خود به خاطر تشکیل یک حکومت سرپرست و همچنان به خاطر برافتیدن یا تسریع کردن پروسه صلح کار خود شروع میکنیم و او وقتی است که همه مردم افغانستان هیچ دخیل خواهد بدن و همه نامزدان و شروع نامزدان با شما. فعلا اکثریتی که ما امروزی فیصله را کردیم اعلامیه نزد شما موجود است، شما میتونید به دیتیل رو بخونین و معلوماتتون حاصل کنید. ممنون از شما محمد شهاب حکیمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری. تشکر است. ادامه خبرها تا لحظاتی دیگر.